قطار افتتاح طرح‌های کلان ملی در آخرین ایستگاه در دولت دوازدهم به طرح‌های نفتی، هسته‌ای، تأمین اجتماعی و شهرداری رسید. طرح یادمان اتمام بخش دریایی 27 فاز پارس جنوبی رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. همزمان با اتمام عملیات دریایی 27 فاز پارس جنوبی، 4 سکو و 2 زنجیره دریایی فاز 14 پارس جنوبی و فاز اول بندر سیراف پارس به بهره برداری رسید. تولید گاز خام از میدان مشترک پارس جنوبی 2.5 برابر شده و از 280 میلیون متر مکعب در روز در سال 92 به 700 میلیون متر مکعب در روز در حال حاضر رسیده. در حوزه هسته‌ای طراحی، ساخت و تست کسک دو منظوره، توسعه و بهره برداری از معادن جدید اورانیوم، دستیابی به ظرفیت تولید 50 تن کیک زرد، فعالیت مجتمع استحصال اورانیوم و پکیج سیار استحصال اورانیوم از کارخانجات مس اکسیدی مورد بهره برداری قرار گرفت. توانستیم به لطف الهی علاوه بر توسعه ظرفیت کارخانه تولید کیک زرد اردکان، معادن شماره 1 و شماره 3 در مجتمع ساغند و نیز معدن سالها اکتشاف شده خشومی اردکان را رسماً به بهره برداری صنعتی برسانیم. علاوه بر رونمایی از نسخه الکترونیک و آغاز به کار 29 طرح عمرانی، درمانی، رفاهی و بیمه‌ای، درمان رایگان عمومی بیماران خاص و سبوالعلاج 45 میلیون نفر از بیمه شدگان تأمین اجتماعی هم از امروز آغاز شد. برای بیمه شدگان سالمند یعنی دارای 65 سال سن و بالاتر در همه بیمارستانهای دولتی کشور درمان رایگان شد، یعنی 100% هزینه رو تأمین اجتماعی میده. برای همه بیمه شدگان صرف نظر از سنشون، در هر شهرستانی ما بیمارستان تأمین اجتماعی نداریم که مردم درمان رایگان بگیرند، اونجا هم رایگان هست. رئیس جمهور هم در مراسم افتتاح طرح‌های ملی را در شرایط جنگ اقتصادی، کرونا و خشکسالی پاسخی به دنیا دانست. افتتاح‌ها خاری بود در چشم اونهایی که علیه ایران توطئه‌ها رو طراحی کرده بودن. رئیس جمهور با تاکید بر نقش متخصصان ایرانی در تکمیل طرح‌های ملی، از توسعه فناوری‌های هسته‌ای به ویژه در تولید کیک زرد گفت. 1 کیلو کیک زرد برای ما مثلا 1000 دلار تمام میشد، الان برای ما به جای 1000 دلار 80 دلار تمام میشه. بس کار فنی و علمی و دقیقی در این مدت انجام گرفته. در ادامه مرکز همایش های بین المللی اصفهان به بهره برداری رسید. اما همه این طرح های ملی یک وجه مشترک داشت: اتکا به توان داخلی و اطمینان به متخصصان جوان ایرانی که نتیجه اون دستیابی به فناوری های روز و استفاده بهینه از ظرفیت های تولید است. محمد رضا فخری، خبرگزاری صدا و سیما.